شما به کارهای خودتون مشغول باشید. سال آره اینجا میام 20 سال تمام سوخسنهای بازار مثلا اینجا رو کامل دنبال میکنم تنادم همه رو. راجع به خود بازار اطلاعاتی که دارین و بینیم و آدی الان بازار اینجا اطلاعاتش خیلی کلیه، فقط چیزی که میدونم توی همین دوره فتریش های قاجار گویا توسط دامادش یوسف خان گرجی که گرجی تبار بود و با دختر فتریش ها ازدواج میکنم. بعد یه سوالی، چیزی که من حالا آمار در آوردم، قدیم اینجا حتی گرجی ها هم زندگی میکردن. عراق؟ آره. بعد حالا دیگه یه سریاشون که رفتن کلن از ایران، یا اینکه یه سریاشون رفتن سمت اصفهان. گرج شاهزاده های قاجار اکثرا چیزن دیگه، فتریش اکثر زنش از گرجستان میگرفت. گرج نمیدونم چجوری بود، رابطه زیاد بوده، تب میلشون با زن گرجی خیلی بیشتر بود. شاه های قاجار بیشتر به همین شاهزاده رگشون چیزی گرجی هن، گرجستانی هن. بعد عراق چیز دیگه، ارامنه هستن، یهودی ها بودن هستن، تو همین بازار هم مغازه داشتن من یادم یهودی ها رو. بعد ارامنه هم هستن و اینا، گالو تبارشون به گرجستانشون نمیدون نشدیدم تا آقای بود. چند ساله میایین اینجا؟ 20 سال پیش میومدین اینجا، یه ذره میشه اون موقع چه شکلی بود، چطوری بود فضاش، حس و حالش، اینکه رفت آمدم اون موقع همینقدر کم بود؟ نه خیلی خوب شده الان، یعنی همه اینا باز اون موقع چیز بود، انبار بود اینا دیگه، همه انبار همه متروکه شده بوده دیگه، متروکه بود. بعد تو این آره تو این 10 15 20 سال راست بود دقت نگردم، بیشتر پاتوق هنرمندا شده دیگه، یه سره بهتر شده. آره مخصوصا سرای مثلا چیز کاشانی، همه سرا کتاب کاشانی به قول شما. آره اینجا سیستم پاتوق هنرمندا شده. حالا واسه من اینا رو میپرسم یه مقدار عجیبه، چون کسایی که این ویدیو رو میبینن اصلا از ایران تا حالا حتی ردم نشدم، یعنی اصلا عکسم شاید حتی ندیده باشم، واسه شون خیلی جذابه، چیزی که واسه خودمون باحال نیست خب واسه اونا باحاله دیگه. توریستان متاسفانه کم میان توی عراق، فقط تنها توریستایی که ما میدیم چینی ها بودن، بخاطر اونم آره خوده دیگه اونم نیستن. بعد توریست خیلی کم میاد، توریست غربی یعنی، یا حالا خارج از ایران راست شرقی چه غربی خیلی کم میاد. و حالا چیزی که من از دوستای هنرمند خودم شنیدم، دوستای معمار، عراق جز معدود شهرهای مهندسی میگن با اصول و اسلوب مهندسی چی میگن ساخته شده توی ایران هستش، چون همون اولش هم اصولی ساخته شد. ولی خب پایش که خیلی اصولی بوده، پایش خود بازار بوده و اینجا خیلی نظم داشته، حالا بعدش یه ذره خیلی دیگه بعدش آره بعدش دیگه کلن رو خارج میشه، آشوبه خاصی رسیده، خیلی بد شده. ولی آره، ولی همین بافت میگم تاریخیش که 200 سال خدمت داره خیلی خوب ساخته شده. حالا اگر بمونه چیزی ازش کم کم دارن از بین میره دیگه، مثلا یه چیز اینجا بود، یه دونه ته اینجا آب انبار توی همین یکی از همین گذرا بود دیگه، آب انبار قدیمی میگفتن تنها آب انبار دو سقفه جهانه، خیلی گفتن چیز خوبی، من ندیده بودمش. بعد خرابش کرد یه شب، اومدن اون شهرداری یک شب خرابش کرد، تبدیلش کرد یه چیز دیگه، جالبه. من میخندم اینه که خودم رو میذارم جای اون کسی که اصلا از اینجا رد نشده داری همچین چیزایی میشنوه، اون میخنده دیگه واقعا که ما همچین کاری کردیم با خودمون. بیست سال پیش که میومدین سقفش این شکلی نبوده احتمالا، همین
چی تعمیر شده به این شکل نمیدونم. آخه خود این کسی که اینجا مسئول کلی اینجا آمارا دستشه یه اتاقی داره همون اول گفتش که 15-20 سال پیش اینو انجام دادن و ناقص هم بود نصفه هم بود شاید همون دوره بوده من که بعدش اومدم گفت 120 سال پیش آتیش گرفته بوده اینجا شبیه همین چیز دیگه سر هزاره یه دیگه آتیش گرفته دیگه اونم میگن سال 60 آتیش میگیره بعد حالا علتش خود کسایی بودن که اونجا بودن دیگه کسایی بودن دیگه از این حرف گذشته میگم واسه خاموش کردنش بازار رو بستن یه هایی بعد یکی از گذر بغلی چیز شد خراب شد که ماشین بتونه بیاد سال 60 بوده ماشین آتش نشانی میخواسته بیاد خیلی دیگه بزرگ بود گفت شانسی که آوردیم کسی بود که اونجا بود حاضر بود گفت شانسی که آوردیم این بود که اومدن اینو یه هایی خرابش کردن مثلا اجازه ندادن زمان بگذره که کل بازار به خدا تیش بگیره سخت خراب میکنه آره همه چیز رو خراب میکنه سخت رو میارم پایین یارم همین چیز بود شاید 5 سال پیش بود سرای پاشانی آتیش گرفت سر فرش سوخت چند از همین مغازهای اول بود آره چیز پیش میاد چون پشمن میارم میسوزم آره